آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود. رو بوما همیشه کفتر بود. حیاتا باغ بودن، آدم ها سردماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوون ها قلچماق بودن، دختر ها با حیا بودن، مردم ها با صفا بودن. حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود حالی بود، نونی بود آبی بود که بود نرفت از گلو پایین. به خدا اگرم مشکلی بود، آجیل مشکل گشا حلش میکرد. بچه ها بازی میکرد تو کوچه، جمجمک برگ خزون، همومک مرچه داره، بازی مرد خدا. کو؟ کجاست مرد خدا؟ سلامی بود، علیکی بود، حال جواب سلامی بود. اگه سرخاب سفیدا بر لپ دختران نبود، لپ دختران مثل گل انار گلی مولی بود. روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای. ای شب جمعه ای بود، برکت داشت پولا، پول به جون بسته نبود، آدم از دست خودش خسته نبود. نونی بود، پنیری بود، پسته ای بود، قصه ای بود، قصه ای بود، قصه یکک به تنور حسین کرد، قصه حسن کچل. قصه هرچی شنیدی پاک فراموش بکن، بیا با به قصه حسن کچل گوش بکن. توی یک باغ بزرگ که همه دور تا دورش گلکاری بود، یک امارت بودش، تو همه امارت ها این یه امارت شاکار معماری بود. دور تا دور امارت چار تا استخر بزرگ که توشون لب به لب از ماهی بود. همه روز تنگ غروب که آب فواره ها وا می شدن، ماهی ها های قرمز یک وجبی به بلندی یه آب فواره ها می پریدن. این خونه که توی شهر نگین انگشتر بود، مال شیپور زن مرد بلند اختر بود. آقا شیپور چیه تو میدون مشق همیشه مارش می زد، شیپور ایز خبردار می زد. ولی شبها تو خونه حالی داشت، حالی میکرد، واسه اهل خونه آهنگ حالدار میزد. از پلو رشته پلو رنگ خاله رو میزد، چون که زنش بیبی خانوم 9 ماه حامله بود. آقا شیپور چی آرزو میکرد که زنش پسر بزاد، یه پسر کاکل زری، اما از وقت بدش بچه بی کاکل شد. کچل و کوچل و هم کاچل شد، سر نگو آینه بگو، سر مثال کف دست، واسه درمون یه دونه مون نداشت. جالیزا سبز شدن، بوته شدن، سیفید دادن، اما یک مو رو سر حسن کچل سبز نشد. بابا دقمرد شد و مرد. قرار نداشت، خونه مرد کار نداشت، بی بی هم فکر شوهر تو سر نداشت. گنج قارونم میگن تموم میشه، از تو این باغ بزرگ یه خونه موند به قد غربی. قالیا حسیر شدن، بی بی آشپزی میکرد، بی بی خیاطی میکرد، جارو میکرد، پارو میکرد، واسه یه خرج خونه بند اندازی میکرد. حسنک بازی میکرد، تاب میخورد، چون که هم بازی نداشت، یه روزی رفت تو کوچه، رفت و برگشت تو خونه، دیگه پا از خونه بیرون نذاشت. مثل این که بچه ها حسنی رو هو کرده بودن، یا بهش گفته بودن کله کدو. حسنی تو خونه موندگار شدش، بی بی دید تو خونه موندن واسه مرد کار نمیشه، فکر کرد چاره ای کرد. یه شبی که حسنک خواب بودش، خواب هفت پادشاه، بی بی جون این کارو کرد.